هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است. کو مرز تازه ای که فراتر ز بودن است؟ انسان دوران معاصر به دنبال گم شده خودش در اقلیم و مملکت روحه. در فضای زندگی مدرن همه دستاوردهای زندگی بشری در اعلا جایگاه خودش و در بالاترین فضای ممکنش محقق شده. بلکه زندگی در فضای مدرن و موقعیت جاری امروز نوعی تفرعن برای بشر به ارمغان آورده که این تفرعن موجب شده تا به تعبیر کتاب مقدس او در گرج بابل در دوران مدرن بخواد سر به آسمان بساید و در برابر خداوند سرکشی کند. سرکشی انسان در دوران مدرن و در فضای زندگی امروز از جانب دیگری فقدان معنویت رو هم برای او برمغان آورده. یعنی انسان معاصر انسان گسسته از آسمان هست، اما در این حال نمیتواند به فطرت خودش پشت بکنه. بنابراین انسان امروز انسانی است که در موقعیت زندگی مدرن میتوان گفت که خودش رو ارضا شده نمیبینه. هنوز هم نقاط پنهانی است که مدرنیته و پست مدرنیته به اونها پاسخ نداده. هنوز هم فضاهای تاریکی وجود داره که تکنولوژی برتر امروز نتوانسته برای بشر امروز اون رو حل بکنه. این اقلیم اقلیم گمشده روحه. و اگر دوران قرن بیستم رو به تعبیر فیلسوف غربی نیچه دورانی بدانیم که خداوند در او مرده است و در این حال دیوانه نیچه با شمشیر آخته در شهر فریاد می زده است که God is dead، خداوند رو کشته ام، امروز زمانی است که مکاتب نوپدید دینی قرار است که در فضای زندگی امروز انتقام خداوند رو بگیرد. اما این انتقام الهی در فضای ادیان کلاسیک وجود نداره. یعنی خداوند ادیان کلاسیک خداوند یکسره رحمان و رحیم است و شفقت و رحمت او در زندگی انسانی جاری است. اما مکاتب نوپدید دینی که به دنبال معنویتی فراتر از معنویت ادیان هستند، به دنبال معنویت هستیم که آموزهای فقهی نداره، شریعت به معنی الاخص نداره، دستاوردهای خاص حرام و حلال نداره، باید و نباید نداره، میگویند که حال در فضای زندگی امروز عصر انتقام الهی فرا رسیده و اون خداوندی رو که شما در قرن بیستم کشتید امروز در قرن بیست و یکم میخواد از بشر انتقام بگیره. پس نیو ریلیجیوس موومنت، مکاتب نوپدید دینی به وجود میآیند. مکاتب نوپدید دینی که از معنویت حرف میزنند اما معنویت اونها ملقمه از تروفالسه، ملقمه از حقیقت و کذبه، ملقمه از مجاز و آنچه در فضای زندگی بشر میتواند از حقیقت باشه. بین عالم فیزیک و متافیزیک و بین عالم مجاز و حقیقت سعی میکنه که نوع ارتباط برقرار بکنه با پل اسپریچوالیتی، با پل معنویت.